از 18 بازی گذشته خودش 5 پیروزی 5 مساوی 8 شکست رو داشته، 18 گل زده 25 گل خورده و 20 امتیازی است. بازی هم آغاز میشه در همین لحظه با سوت آقای روح الله شریفی با بهزادی کریمی، خود رسول و توپ به بیرون میره. شوت خوبی زد اما در چارچوب نبود. این چهره در میانه زمین دستور ادامه بازی، یک زده حمله برای صنعت نفت از جناح راست پور محمد، این ضربه و توپی که به بیرون رفت. حدوداً همزمان با این بازی چند بازی دیگه هم برگزار میشه. اجازه بدید ببینیم با این ضربه کورنر چه خواهند کرد که میگیره ناصر سالاری. حالا ضربه کورنر رو با کات بیرون پا میزنه و عارف غلامی بود، بازیکن جوان و مدافع. یک ضربه سر پشت محوطه جریمه، جبره شوت زدن دارن و باز هم به کورنر میره. شوت این بازیکن با تاج صفی است، به دنبال اعتراضی که میکنه کارت زرد رو میگیره. احسان عقبتر مونده برای ضد حمله های یک دو رو انجام میدن. موقعیت سپاهان داره، یک ضربه سر و یه ضربه سنگین و واکنش عالی از ناصر سالاری. باز هم زده میشه، کنرهایی که از جناح راست هست رسول میزنه و اونهایی که از چپ هست احسان آصفی. از همه عبور میکنه، یه ضربه سنگین و باز هم واکنش عالی و دیدنی از ناصر سالاری. بیشک حرف اول رو زده. یک سانت دیگر، یه ضربه به دیرک دروازه. خوششانس هم هست ناصر سالاری. بر صفر تا اینجای کار شکست داده. حالا هفته آینده باز هم در خوزستان به دیداری یه تیم خوزستانی دیگه، یه ضربه سر و توپی که باز هم به کورنر میره. گذشته این تیم معروف بود به یه فوتبال روان و از همون موقع هم به هر حال شعار موقعیت و چه توپی رو، حتی دروازه‌بان هم حضور نداشت. میرزایی دروازه بدون دروازه‌بان رو هم نتونست باز بکنه. یه لحظه ناصر سالاری بیرون اومد، توپ از دستش رها شد. اینجا ببینید خطایی هم انجام نمیشه، توپ از دست ناصر سالاری بیرون میاد. میرزایی یه بار به توپ ضربه میزنه و بار دوم هم زیر توپ میزنه و توپ رو به بیرون میفرسته. ضربه سر، یه موقعیت برای سپاهان در وقت های تلف شده و پاپی موقعیت برای شوت زدن. یه ضربه و یه واکنش عالی. ناصر سالاری بدون شک چهره این دیدار بوده. باز هم سپاهان یه توپگیری، موقعیت برای ارسال دارن، باید اضافه بشن، این کار رو هم انجام میدن. موقعیت برای سپاهان به بیرون، یه ضربه سر از توی دروازه بیرون میاره. با تمام وجود دفاع میکنه صنعت نفت و سپاهان حمله میکنه.